بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. آن که نامش کرده عالم را مطهر زینب است، آن که وصفش می رباید هوش از سر زینب است، آن که داغ شش برادر را به دل هموار کرد تا بماند جاودان دین پیامبر زینب است. گفت پیغمبر حسینم هست کشتی نجات، ناخدا و محور و سکان و لنگر زینب است. گر علی باشد به عالم اسوه و الگوی صبر، آن که صبرش با علی باشد برابر زینب است. فاطمه استاد دانشگاه شرم است و عفاف، فارغ التحصیل دانشگاه مادر زینب است. هست از درهای جنت یک درش باب الحسین، هست از درهای جنت یک درش باب الحسین. فاش میگویم کلید قفل آن در زینب است. صلی الله علیک یا عقیلت العرب و یا شریکت الحسین یا زینب کبرا. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما بینندگان و سروران گرامی، همراهان خوب و نازنین شبکه هادی تیوی. تسلیت عرض میکنم خدمت شما عزیزان، ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین علیه السلام را، و امیدواریم که عزاداری های شما عزیزان مورد قبول درگاه احدیت واقع شده باشد انشالله. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه به وقت بیداری به صورت پخش زنده، و در خدمت سفر عزیزمان هستیم حجت الاسلام و المسلمین آقای رسولی. سلام علیکم استاد، بسیار خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله، سلامت باشین ان شاء الله. خوب است ان شاء الله. تسلیت از میگم خدمت شما. بالعالمین الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجلهم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بینندگان عزیز و همراهان گرامی در هر جایی که هستین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم که جور و صحتمند باشین و ما و عوامل شبکه را از دعای خیرتان ان شاء الله در این شب و روزا فراموش نمی‌کنیم. در خدمتتون هستم. سلامت باشین انشالله استاد محترم، خیلی خوش آمدید. خوش باشید، موفق باشید انشالله که امشب از محضرتان توفیق پیدا شد خواهش استفاده کنیم. در خدمتتون هستم انشالله. و عزیزان ما سوالاتی را رایی کردن، در خدمتتون هستیم. قبل از اینکه من سوالات بینندگان عزیزمان اعلام بکنم، همونطور که زیر نویسم میشه نمبر برنامه، یک دفعه دیگه من اعلام میکنم نمبر مثبت 964780 255-40-13، پل ارتباطی ما و شما بینندگان عزیز است در واتساپ. استاد، خب به هر حال ایام عزاداری و سوگواری است و میبینیم که الحمدلله در جای جای ممالک اسلامی هیئت ها، روضه ها، حسینی ها، تکیه ها برگزار است. بله بله بله. و در بعضی جاها دیده میشه یک قسم عزاداری های خاصی شاید دیده میشه، یا که انواع مختلف از عزاداری دیده میشه، شاید برای بعضیا جدیدتر باشه یا برای بعضیا رسم و رسوم شده. به این خاطر سوال بیننده عزیزمون اول مطرح میکنیم که از پاکستان هم هستن، از کشور پاکستان، نمبر مثبت 92-315-52-59. ایشان سوال کردن که آیا این مطلبی که در مقاتل نقل شده که وجود
متحر حضرت زینب کبرا سلام الله علیها بله بله در شهر شام، بر حال به خاطر او اوج گرفتاری ها و مصائبی که برایشان به وجود آمد، در جایی نقل شده که ایشان سر مبارکشان به چوب محمل میزنن و بر حال خون از او جاری میشه. و ایشان سوال کردن که آیا امی قضیه میتونه یک دلیل باشه برای یک رقم عزاداری های مثل قمزنی یا زنجقای تقدار، آیا میشه که به یه استناد کنن یا نه؟ بسیار عالی، سوال خوبی است و قطعا خو ای ایام این سوال مخصوصا البته در دهه اول محرم بسیار قابل پرسش است. و اما ما خدمت شما و از بیننده عزیز که ممکنه ما را ببینه و صدای ما را بشنوه عرض کنیم که اول ای که ما باید وظیفه خودمان از مراجع اعزام تقلید سوال کنیم که نظر از اونا در این زمینه چیست. حضرت آیت الله العظما سیستانی حفظه الله تعالی و بسیاری از مراجع دیگه خصوصا در قسمت زنجیر زنی، در قسمت قمزنی فتوایی ندارن، یعنی در این زمینه حضرت معظم الله فتوایی ندارن و گفتن میتونن به مراجع دیگر اما به ترتیب اعلم و اعلم تر مراجعه کنن. خب ما وقتی به مراجع دیگه مراجعه میکنیم قطعا خب بسیاری از مراجع این قضیه یعنی زنجیر تیغ دار به همون کیفیتی که هست و قمزنی رو جایز نمیدانن، البته خب برخی هم جایز میدانن. پس وظیفه اولیه ما ایست که به مرجع تقلید مراجعه کنیم و هرچی که مرجع تقلید گفت سمعا و طاعتا او رو چی کنیم؟ انجام بدیم. ای تو نمیشه که در بعضی از اوقات شنیده شده است که مثلا پیش یک مرجع تقلید آمدن و نسبت به همین قضیه سوال کردن، ایشان نظرش گفت که به نظر ما جایز نیست. گفتن خب سال 365 روز است، ما 364 روزش مقلد شما هستیم، همین یک روز ما مقلد شما نیستیم. ای نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض، یعنی ایمان به بعضی و کفران کردن و ناسپاسی کردن نسبت به برخی دیگر است. ای پس جریان ای که ما باید حتما از مرجع تقلیدمون اجازه بگیریم. و اما خود داستان که در برخی از کتب نوشته شده و برخی از وعاظ هم میره میخوانن، بعضی از منبری ها، مدعاها و کسایی که دیگه شما در جریان هستین، بینندگان ما شنیدن بارها به کرات، اصل این داستان میگن که در شام اتفاق نیفتاده، در کوفه اتفاق افتاده. اون زمان که سر مبارک امام حسین علیه السلام را، یعنی حضرت زینب در حال سخنرانی بودن و در حال افشاگری، اینا نتونستن شگرد دیگه داشته باشن، گفتن خب سر مقدس امام حسین علیه السلام ببریم بلکه حضرت زینب چی شوه؟ ساکت شوه. اصلش پس میگن در کوفه بوده. ولی ما وقتی که تتبع کنیم، جستجو کنیم مقاتل را، ما یک سری مقاتل دست اول داریم، یک سری مقاتل دست دوم داریم و یک سری از کتب هم کتب داستانیه، یعنی به تعبیر درامه، مثل همین فیلم نامه و نمایش نامه که الان نوشته میکنن، مثلا از یک موضوع بسیار کوچیک بسیار یک فیلم چند ساعته میسازن، یا مثلا یک سریال چند قسمتی میسازن. برخی از اینا درامه داستانه و این جریان در کتب مقاتل متقدم و اولیه و اونایی که قابل اعتماد باشه نوشته نشده است، بلکه در همین کتبی نوشته شده که بیشتر حالت چی رو داره؟ داستانی رو داره و حالت داره که میخواه به اصطلاح یک درام درست کنه. این اولا. دوم، به فرض حتی که ما بگوییم حضرت زینب سلام الله علیها کوه صبر و استقامت، کوه صبر، یعنی چنان صبر کرد که بیخی آبروی صبر بر زمین ریخت، کوه صبر، استوانه صبر. خب اول که نکده ای کار، گفتیم که به اصطلاح روایتش به ما قوی نیست که به ما رسیده باشه. و حضرت امام حسین علیه السلام به زینب دستور به صبر دادن و اگر قرار میشد حضرت زینب سلام الله علیها از این کارا بکنه که در گودی قتلگاه وقتی که نظارگر او وضعیت سید الشهدا علیه السلام می بود یک کاری میکرد، و حال اینکه خب این قضیه کوفه خودم قضیه نبوده، پس اولا که حضرت این کار انجام نداده، به فرض هم که این کار را انجام داده باشد در یک شرایط بسیار خاص، خیلی خاص این کار انجام داده، و علاوه بر این
او چیزی که برای ما معیاره و میتونه به اصطلاح حکم شرعی باشه، معیار حکم شرعی باشه، فعل و تقریر و سکوت معصوم علیه الصلاة و السلام که شامل وجود ناظرین پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم و ائمه معصومین می باشه. خیلی خوب. پس البته در باب چیز شاید سوال به ذهن بینندگان از من برسه که خب احکام موضوعات تقلیدی است. بله. آیا در بحث عقاید هم تقلید باید صورت بگیره؟ نه، در بحث عقاید تقلید نباید صورت بگیره. بعضی میگن این موضوعات یک کمی میره در بسته‌بندی. نه، اصل اول که قضیه تاریخیه. یعنی گفتیم قضیه تاریخیه. چرا؟ چون الان سال 1444 است. و این اتفاق کی افتاده باشه، به فرض که اتفاق افتاده باشه در سال 61، یعنی 1300 و نزدیک 80 سال بین ما و این حادثه چی داره؟ فاصله داره. پس بنابراین این قضیه چی تاریخیه و از این قضیه تاریخی اگر ما بخوایم استحباب، یعنی مستحب بودن لطمه زدن و زنجیر تیغدار زدن و قمه زدن استفاده کنیم، این کار ما نیست. این کار یک فقیهه، کار یک مجتهده که مجتهد با توجه متخصصه، با توجه به بقیه تمام ادله و دلایل میتونه از این استحباب را به دست بیاره. کار ما و شما نیست که ما بخوایم از این استحباب به دست بیاریم، چون اصل عزاداری مستحبه و مستحب چیه؟ مؤکده و از بهترین قربات و وسیله نزدیکی به حضرت حقه. ولی برخی از مصادیقش ما نمیتونیم بس پیش خودمون استحبابش چیاریم به دست بیاریم. بله. انشالله که خب بحث عزاداری وقتی که مطرح میشه یه بحث تعظیم شعائر میشه. بله امید داریم که بسیار. خب استاد، ما دوست داشتیم که سوالات زیادتری در قسمت اول برنامه مطرح میشد، ولی خب به تایم میان برنامه رسیدیم. به اتفاق شما و بینندگان عزیز میریم به اتاق فرمان و بعد از دیدن میان برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. همراه ما باشید. حسین رفت تا در قصر بنی مقاتل فرود آمد، خیمه ای بر سر پا و نیزه ای برافراشته و اسبی ایستاده دید. پرسید این خیمه از آن کیست؟ گفتند از عبیدالله ابن حر جوفی. حسین مردی از یاران خود سوی او بفرستاد، او رفت و سلام کرد. عبیدالله جواب سلام بداد و پرسید چه خبر؟ گفت خداوند تو را کرامت روزی کرده است اگر قابل باشی. گفت چه کرامت؟ گفت اینک حسین ابن علی تو را به یاری خود می خواند، اگر پیش او کارزار کنی مأجور گردی و اگر کشته شوی شهید باشی. عبیدالله گفت من از کوفه بیرون نیامدم مگر از ترس این که حسین بدانجا آید و من آنجا باشم و یاری او نکنم. دیدم بسیار مردم برای محاربه او بیرون رفتند و شیعیان وی را تنها گذاشتند و دانستم البته کشته می شود و من قادر بر یاری او نیستم، پس دوست ندارم او را ببینم و او مرا ببیند. بازگرد و این سخن با او بگوی. او بیامد و بگفت. پس حسین خود برخاست و نعلین بپوشید و بیامد با گروهی از اصحاب و برادران و اهل بیت خود. چون در خیمه در آمد و سلام کرد، عبیدالله از صدر مجلس برجست و خدمت کرد و حسین بنشست و خدای را سپاس گفت و ستایش کرد. آنگاه گفت ای پسر حر، اهل شهر شما سوی من نامه نوشتند که بر نصرت من هم رأی و متفقند و مرا خواستند بدانجا روم. اکنون آمدم و میبینم که حقیقت کار چنان نیست و من تو را بر نصرت خاندان پیغمبر میخوانم. اگر حق خیش باز یافتیم خدای را سپاس گذاری و اگر حق ما را ندادند و ستم کردند بر ما، تو از یاران ما باشی در طلب حق. عبیدالله گفت یا ابن رسول الله، اگر تو را در کوفه یاران و شیعیان بود و به یاری آنها امیدی بود، من از همه آنها مجاهدت بیشتر می کردم
ولیکن شیعه تو در کوفه نماندند و از ترس شمشیر بنی امیه از منازل خود بیرون رفتند. حسین گفت: ای مرد، تو خطا بسیار کردی و خدای عزوجل تو را مؤاخذه کند به آنچه کرده ای، مگر در این ساعت سوی او بازگردی و مرا یاری کنی. گفت: یبن رسول الله، اگر به یاری تو آیم همان اول پیش روی تو کشته شوم، ولیکن این اسب من برگیر. پس حسین روی از او بگردانید و گفت: نه حاجت به تو دارم و نه به اسب تو، و گمراهان را به یاری خیش نطلبم. از اینجا بگریز، نه با ما باش و نه بر ما، چون اگر کسی بانگ ما را بشنود و اجابت ما نکند، خدا او را بر روی در آتش افکند. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. الهی به حق الحسین و اخیه و اخته و جده و ابیه و امه و بنیه و شیعته و موالیه و تربته و زائره و مجاوره، نجنا من الهم الذی نحن فیه. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما بینندگان و سروران گرامی با برنامه به وقت بیداری به صورت پخش زنده. مهمان لحظات شما عزیزان هستیم. استاد، در ادامه سوالاتی که بینندگان عزیزمان مطرح کردن، یک سوال ویسی روان شده. ما امیر بایز شمایی را ما از عزیز دلمان به نمبر مثبت 9378 4 نمبر آخر 5232، ایشان این سوال ظاهرا در مورد نظر هست که روان کردن، من ایر پخش میکنم. سلام علیکم خدمت کارمندان هادی تی وی و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد حسین هستم از افغانستان. سوال دارم نزد شما: آیا کسی میتواند که آشرا را میراث پدری خود بگوید و بگوید پدر من آشرا را میدهد ولی من هم یالی اعلان نمی کنم، چون رو اکثریت اینجا ایام محرم را 10 روز را مال میکشد، نوبت میدهد و در بین هر فامیل چیز هر در روز ما باید در قریت 10 خانه یا 15 خانه کس تزغنه میکند ولی در آشرا در هر کسی افتاد. ولی کسی هست میگوید از زمان پدر من ایمنه، این می آشرا مال من بوده و حالا هم است. بله، ظاهرن سوال آیا جناب عزیز دلمان محمد حسین سوال مشخص بود استاد، که ظاهرن قریه با هم جمع میشن و روزهای عزاداری را تقسیم کردن، خرج میتن. در این وسط یک بزرگواری میگه که روز عاشورا باید سهمی ما باشه که در دوران پدر ما هم رقم بوده. شان سوالشان ظاهرا نه. بله، سلام مجدد خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و خدمت عزیزی بیننده مگه صدای ما را میشنوه و میبینه، السلام علیکم و رحمت الله. جناب حسین بزرگوار نظر دادن یک عبادت است. وقتی ما میگیم نظر میکنیم، یعنی نظر برای خدای تبارک و تعالی، که به تعبیر عربیش میگیم نظرت لله تبارک و تعالی. فارسیش هم رقم میگیم نظر میکنیم برای خدای تبارک و تعالی، یعنی گاو و گوسفند یا بز و شتر هر چی هست میکشیم که ثوابش باشه برای امام حسین علیه السلام یا یکی از اصحاب امام حسین یا خانواده امام حسین. بنابراین نظر عبادته، همون رقم که نماز عبادته، همون رقم که روزه عبادته، خمس و حج و جهاد تمام چیزهای عبادته. در عبادت ما مخصوصا در نماز میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی جماعت با خودمان همراه میکنیم که یک آبرویی داشته باشیم. بنابراین دیت و جاها انسان نباید در سینه خود بدونه که حتما الا و لابد اینمی عاشورا مال ما است. اگر پدرش نظر کرده بوده که هم روزش تعیین کرده بوده هم چیزی دیگر تعیین کرده بوده، خب این قضیهش چیز جداست و مردم هم نباید با این بنده خدا بحث کنه و جنجال کنه. ولی ای که میگه از پدر ما امیر رقم بوده، از ما امیر رقم است، این یک وجه شرعی نداره.
مگر باز خود از این نظر خودش کرده باشه، نظر کنه بله خودش اگر نظر کرده باشه دیگه باز مردم نباید با ایجار جنجال کنه. اما این که انسان در سینه خود بزنه که پدر ما این رقم بود، ما من این رقم هستیم، حتما الا و لابد باید روز عاشورا مال ما باشه. روز عاشورا مال هیچ کس نیه، آنگونه که مسجد مال کسی نیه، آنگونه که حسینیه مال کسی نیه، آنگونه که دسته عزاداری مال کسی نیه، جناب حسینی صاحب. پس بنابراین این شخص در این قضایا باید یک مقدار کوتاه بیاید و سعی کنه که به اصطلاح با مردم بجوشه، این رقمی نباشه که خودش تافته چی بدانه، جدا بافته بدانه و در سینه خود بزنه و رنگین تر است. و تبن علی الرجل که مستم یا به تعبیر شما، نه نظر اگر برای خدای تبارک و تعالی باشه که قطعا هست انشاءالله، اول محرم و دوم محرم و سوم محرم اینا چیه نداره، اگر چه خب فضیلتش ممکنه در روز عاشورا بیشتر باشه، ولی اگر برای خدای تبارک تعالی و رضای حضرت حق باشه، ولو کم باشه، ولو در تایم دیگه باشه، میگه خدای ما خود نظر میکردیم هر سال برای در روز عاشورا، یعنی اون که نمیشه این مردم غالمغال میکنن، جنجال میکنن، دیگه تو خودت میبینی و قطعا خدای تبارک و تعالی ثواب امون نظر در روز عاشورا بلکه در بله بیشتر به این لطف کرامت کنه. چرا؟ به خاطر که این مصالحه کرده، به خاطر که کوتاه آمده، به خاطر که نخواسته در قریه یا در چند قریه به اصطلاح نزاع و درگیری لفظی و گپاچی صورت بگیره. پس نظر برای جمع، برای جماعت، و نباید ما کاری بکنیم که در این زمینه تفرقه ایجاد شده. چقدر جالب میشه و یک کمی دیدگاه باشه. در بعضی جای دیگه من خودم دیدم که کسی نزد داشت که شب مثلا هفت محرم همیشه میگفت که جای ما باید باشه. خب یک جای یک تکیه گرفته میشد در شب هفت، یا کل تکیه باید میرفتن در یک مکان دیگه که در خانش بود، هم ریزش پیدا میشد. باز شب دیگهش که شب هشت بود گم میکردن که کجا شدید. لزومی نداره جناب حسینی. باز الحمدلله همین رقم که گپ زدن با ایشون قبول کردن که اون نظرشون رو بیان دمون تکیه انجام بدن. بله. لزومی نداره که ما این کارا رو چی انجام بدیم. بله. بله. بسیار عالی. عزیز دلمون به نمبر مثبت 93764 نمبر آخر 0141. ایشون سوال کردن که لباسایی که از لیلامی خریداری میشه، آیا میشه که خب لوازم و کالا خو از خارج از کشور میاد، شاید از ممالک غیر اسلامی میاد؟ یکی سوال شده برایشان که بعد از ششتن میشه که با اینا نماز خوند یا نه؟ قطعا هیچ مشکل خاصی نداره لباس هایی که از لیلامی تهیه میشه، خب وقتی شسته بشه پاک و پاکیزه و طیب و طاهر است و میشه در اینا نماز خوند، الا مگر که اون لباس ها چرمی باشه. دیدین دیگه حالی مثلا کاپشن های چرمی است و چیزهای دیگه است که از چرم ساخته شده. او چرمی ها مگر ما به اصطلاح حتی احتمال بدیم که اینا از دست یک کسی گرفته شده که او ممکن از کشور اسلامی یا زبه شرعی تهیه شده باشه، اون باز مشکل نداره. ولی اگر که نه، خب صد درصد نمیدونیم، من نمیدونم صد درصد، ولی میدونم صد درصد از کشور غیر اسلامیه که زبه شرعی در اونجا صورت نمیگیره. وقتی این رقم باشه دیگه نماز خواندن در چنین چرمی جایز نیست و این چرم هم نجسه. یعنی اگر که مثلا آبی بریزه رویش باز بدن ما سرایت کنه یا اگر بوت باشه، کوش باشه که ما ای را در پای خود کنیم و پای ما عرق کنه، قطعا چی میشه؟ پای ما را نجس میکنه. بعد از او باید حتما احتیاط کنیم، پای خودم را بشوریم. پس خودی لباس های دیگه هیچ مشکل خاصی در این زمینه ندارن، میتونن استفاده کنن. بله. بسیار عالی. عزیز دلمان سوال کردن که در یکی از زیارات در مزار آرا یا اهل بیت منظورشون بوده از نوادگانشون، مردم گوسفندای زیادی رو برای خیرات آوردن و از طرفی همی زیارت هم در حال تعمیرات هست و جای دیگه نیاز به خرج داره. سوال کردن که آیا میشه یک تعداد از این گوسفندایی که حال زیاد هم هست از مصرفشون ای را سودا کنن و در جاشو تعمیری که مختص همین زیارت است جور کنن؟ ای جناب حسینی صاحب بستگی داره به نیت آورندگان. یک وقت آورنده نیت کرده و به اصطلاح نظر کرده، صیغه نظر خوانده، گفته که نظر میکنم یعنی یک گوسفند یا دو یا چهار یا هرچی در روز عاشورا ذبح شوه و خرج هیئت عزادارا داده شوه، یعنی تعام داده شوه اینا. هیچ به هیچ عنوان ما این را نمیتونیم در یک مسیر دیگه خرج کنیم. حتی روزش هم اگر یک نفری قید زده باشه که در روز عاشورا ما این کار در روز تاسوعا انجام داده، نمیتونیم. بنابراین ما برمیگردیم به نیت واقع، نیت ناظر و کسی که نظر کرده. بعضی وقتا اینو وقفه،
بازم برمیگردیم به نیت واقف که واقف چه رقم ایره وقف کرده. بنابراین اگر که گفت نه ما امیر دادیم که در مسیر ابی عبدالله علیه السلام یا در مسیر تعظیم شعائر، تعظیم شعائر اینو بزرگ داشته به اصطلاح علامت های دین، خب اگه این رقم باشه گفتم ما امیر رقمی رو دادیم که در هر مسیری که شما صلاح دانستین، یا به تعبیر بعضی وقتا میگه در مسیری که در زمین مانده باشه، ممکنه بعضی جاها در نان دادن نفرا مسابقه بگیرن که فسبقوا الخیرات باشه، یعنی به سوی خیرات اینا سبقت بگیرن، کارهای خوب مثلا نان دادن زیاد باشه، اما خواهی یک مسیر دیگه همیت روی زمین مانده باشه، که اگه اون نفری رقم گفته باشه که فقط شما در مسیری که رضایت خدای تبارک و تعالی است و رضایت ائمه شما خرج کنین، اینجا میشه که گوسفندا را سودا کرد و پیسیش در ساخت و تعمیر از این مزار استفاده کرد، و اگه این رقم نباشه نمیشه، فقط و فقط باید پرسان شوه از او کسی که گوسفندا را میاره. بله، خب پس جا داره که برای واقفای عزیز همین رو در نظر داشته باشن که کمی توسعه در حالت وقتی که نیت میکنن، بله، توسعه باشه که دست از او کسی که به حساب متولیه یا کار را انجام میده دستش بسته نباشه. سعی کنه کجا خالیگاهه و کجا کار به زمین مانده است در همون مسیری ره، وقتی کسی معتمد باشه خب بهتر استفاده میشه. بله، بله، زمینه ای که ما تشکر میکنیم از بیننده عزیزمون که از کشور ترکیه برای ما چند تا کلیپ روان کردن به نمبر مثبت 9534-2811. تشکر میکنیم از این بزرگوار و یک دفعه دیگه ما پول ارتباطی ما و شما عزیزان اعلام میکنم، نمبر مثبت 964-780-255-413 نمبر واتساپی برنامه است. شما عزیزان میتونید سوالات و نظرات و پیشنهاداتتان رای کنید و کارشناسان عزیز ما پاسخگو خواهند بود. استاد، به تایم میان برنامه دومان رسیدیم، به اتفاق شما و بینندگان عزیز میریم به اتاق فرمان و میان برنامه دوم داشته باشیم و در خدمتان هستیم. به مهر تو زندگانیم، عشق پیریم از جوانیم، درگهت میرسانیم، یمن فاطمه جان ما حسین، یمن فاطمه جان ما حسین، لبیک یا 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 حسین، در جوار تو حسن عاقبت اشک ما خیر و عافیت، در جوار تو حسن عاقبت مزد اشک ما خیر و عافیت، ای زیارتت راه معرفت، زنده کن به عشق جان ما حسین، دکم بیش جان ما حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ای امید من، ای همه کس، قوتی بده تا به تو رسم، قوتی بده تا به تو رسم، یاد کربلا بودمون سم، ای تو بهترین آشنا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین،
لبيك يا حسين لبيك يا حسين سوی آن حرم گر قدم زنم شکر حق اگر از تو دم زنم سوی آن حرم گر قدم زنم شکر حق اگر از تو دم زنم در میارش تا علم زنم موکب دل است رحمم آحسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین نون و قلم نبیست و ما یسترون حسین طاق فلک علی است به عالم ستون حسین خلقت تمام حضرت زهراست خون حسین هستی تمام ظاهر و ما فی البطون حسین با یک قیامت است هم الغالبون حسین در این قیام نقطه پرگار زینب است. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما بینندگان و سروران گرامی با برنامه به وقت بیداری بخش احکام به صورت پخش زنده مهمان لحظات شما عزیزان هستیم. استاد محترم در ادامه سوالاتی که در خدمتان هستیم عزیز دلمان بیننده عزیزمان از کشور پاکستان به نمبر مثبت 92-316 4 نمبر آخر 66-88 شما سوال کردن که در هنگام مرگ شوهرم من بودم و مادرش مادر شوهرش و آل ما باقی مانده اموال چه رقم بین خودمان تقسیم کنیم؟ فکر میکنم یک سوال بسیار کلی است که بله خدا رحمت کنه انشاءالله کسی را که از دنیا رفته و به این کسایی که باقی مانده خدا اجر و صبر لطف کرامت کنه. جناب حسینی صاحب بزرگوار اگر که مردی از دنیا بره و فرزندی از او باقی نمانه این هیچ کسی دختر پسر از او باقی نمانه یک چهارم مال و دارایی از این شخص به زنش میرسه بله. البته نسبت به زمین و باقینا خودش نه بلکه همو قیمتش به این خانم داده میشه و در این فرزن فقط این خانم باقی مانده و مادر از امی میت باقی مانده بنابراین یک چهارم دارایی یعنی از چهار قسمت یک قسمت نوش جان از این خانم میشه که اگر در امینج خانم به اصطلاح اگر اولاد میده بود از او مرد چی از خود از این خانم میبود چی از مثلا زن دیگهش میبود یک هشتم میشد ولی چون این اولاد نداره یک چهارمش کلگیش مال امی خانم است زمین و باقی گپارا گفته فقط قیمتش مال از این خانم است بقیهش مال مادر جانه است ولی کلگیش مال مادر است و مادر میتونه تصرف کنه. بسیار عالی. دنبال کننده عزیزمان از کشور افغانستان به نمبر مثبت 93-79 4 نمبر آخر 73-55 سوال کردن که مالیاتی که دولت بابت عشر از ما میگیره آیا میشه که ایره به عنوان زکات حساب کرد و ای که با گرفتن او از طرف دولت اگر نصاب به هم بخوره آیا باز هم زکات بر ما واجب میشه؟ یعنی حضرت آیت الله العظمى سیستانی حفظه الله تعالی فرمودند سوال سوال بسیار فقهی بود. بله بله حضرت آیت الله العظمى سیستانی خداوند وجودشان از بالا حفظ کنه در این قضیه فرمودند که نه خیر او چیزی که دولت به عنوان عشر یعنی یک دهم کمال فعلا هم در کشور ما این قضیه مرسوم است و از کشاورزا و دامدارای ما عشر یعنی یک دهم میگیره ما این حق نداریم که از جمله زکات این حساب کنیم چون زکات خودش 8 مصرف داره و خدمت شما عرض کنم که این موارد هیچ کدام از اون 8 تا حساب نمیشه. ولی سوال دیگهش جالب است. مثلا ما او چیزی که فعلا در ذهنم است 800 و چند کیلو یا نصاب 800 و چند کیلو که اگر دولت بیایه و پیمانه رو بند کنه و به اصطلاح ترازو کنه عشر بگیره خب مثلا قبلا خرمن از این شخص مثلا 700 کیلو 800 کیلو 900 کیلو میشد و با گرفتن عشر
یا یک دهمه که دولت میگیره، این خرمن ازی از او حد نصاب 800 کیلو چند پایین تر شد. وقتی که نصاب به هم خورد دیگه چیزی به گردن ازی واجب نیست. پس بنابراین نمیتونه ایران را عشر حساب کنه، نمیتونه عشر را نمیتونه زکات حساب کنه، ولی اگر با گرفتن عشر توسط دولت نصاب به هم خورد دیگه زکات به گردن ازی واجب نیست. بله سوالی مثبت 93770920 ایشان سوال کردن که آیا خودرضایی از گناهان کبیره محسوب میشه؟ حضرت آیت الله العظما سیستانی حفظه الله تعالی در این زمینه، اگر انشاءالله شما و دوستای بزرگواری که ما را میبینن و صدای ما را میشنون یک مراجعه در سایت معظم الله داشته باشن. در سایت یک قسمتی است به نام پرسش پاسخ و یک قسمت دیگه است به نام کتب فقهی، یعنی کتاب های فقهی. در اون کتاب توضیح المسائل عادی هم هست همونجی و توضیح المسائل جامع هم هست. در اون توضیح المسائل جامع حضرت آیت الله العظما سیستانی حدود 54 یا 55 گناه کبیره را همونجی چه نام برده عجب. که یکی از گناهان کبیره همین استمناع و خود ارضاییه. بنابراین جوانان و نوجوانانی که مبتلای به گناه و معصیت کبیره هستند باید نسبت به این قضیه توجه داشته باشن و زمینه ترک این معصیت را فراهم کنه. یک نوع اعتیاد جناب حسینی صاحب همون رقم که سعی کنه معتادای دیگه کارا را چه رقم ترک میکنن به حمد و به قوه الهی یعنی این کار را باید حتما ترک کنن و بعد از ترک کردنم کار خاص دیگه انجام نمیخواه بده غیر از اینکه استغفار کنه و از درگاه حضرت حق طلب غفران و بخشش رو داشته باشه. بله بسیار عالی. مثبت 98918 8140 بیننده عزیز ماست که پرسان کردن یک فرسخ چند کیلومتر است؟ یک فرسخ از امور خم که شما در جریان هستین، یک فرسخ که به اصطلاح در اصل این رقمی است که 5.5 کیلومتر یک فرسخ میشه. چقدر؟ 5.5 کیلومتر از نظر حضرت. البته برخی ها مثلا 5-300 ولی 5.5 کیلومتر از نظر حضرت آیت الله العظما سیستانی یک فرسخه. بله که باز 8 فرسخ مسافت شرعیه، یعنی 8 دانه 5.5 کیلومتر کمو 44 کیلومتر میشه کلگی. بله ما استاد کمتر از 3 دقیقه زمان داریم و یک سوال داریم که تقریبا خود یک سوال ما تقریبا 4 سوال است. شاید یکی 2 قسمت چه بیشتر نتونیم وارد شیم. بیننده از من به نمبر مثبت 98918 1047 سوال کردن که مردی که 2 همسر دارد که یکی سر ناسازگاری دارد و فشار میآورد به شخص که زن دیگر رو باید طلاق بده، آیا این چنین حقی داره یا نه؟ همین قسمت شما به هیچ عنوان مردی که 2 تا زن داره بعضی زنا 3 تا زن میگیره بعضی 4 تا زن میگیره، وقتی که خدای تبارک و تعالی به این اجازه داده و این عدالت بتونه در بین از اینا خدمتتون عرض کنم جناب حسینی صاحب حکم فرما کنه، و زن قطعا این حق نداره که سر شوهر خودش اجبار کنه که شما زن دوم حتما چی بده طلاق بده، یا حتی مثلا زن دوم نمیتونه شرط کنه یا سر شوهر خودش فشار بیاره که زن اول چی بده طلاق بده. نه چون این حقی را خدای تبارک و تعالی برای زن قرار نداده. بسیار عالی. خب یه چند وجه دیگه هم داشت که ما اسخای میکنیم از بیننده عزیزمون، در حال وقت برنامه اجازه نمیده مهربانی کردین سوالاتون رو رایی کردید. یک بار دیگه نمبر اعلام میکنم مثبت 964 780 255 4013. شما بزرگواران میتونید سوالاتتان نظرات و پیشنهادات برای ما رایی کنید. تشکر میکنم استاد محترم و همچنین از شما عزیزانی که تا این لحظه همراه برنامه خودتان بودید. تا دیدار بعدی همه شما عزیزان را به خدای مهربان میسپاریم. خدایا رو نگهدارتان.